گاهی متاسفانه کینه هایی که در دل ما قرار میگیره، نفرت هایی که در دل ما قرار میگیره بدون هیچ دلیل هست و در مسیر فرکانس های غیبت از دیگران به ما میرسه. نسبت به دیگران در پس کسی به شما میرسه میگه کشیش دستور میدونید این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، و شما ناخودآگاه دلت میگیره. بعد به مرور زمان چه دل پوری داری که واقعا و شما ناخودآگاه متوجه میشی انگار نسبت به رسول که شاید اصلا با اونم زیاد برخورد نداشتی چه کینه ای داری به خاطر حرفایی که اون زده. پس از این رو غیبت خیلی بده، مواظب باشید، اجازه ندید، چون بی خودی شما دارای سمی میشی که به خودت داره آسیب میزنه، به اذیتت میکنه. شاگردی رو میکنه دانشجویی به استاد خودش موقعی که درس تموم میشه، میگه استاد میتونم خصوصی با اتون صحبت کنم؟ میگه بله. میگه استاد راستیتش یکی از شاگردان پیروز من دیدم اینقدر این پشت شما این حرف رو زد، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. استاد یه نگاهی کرد گفت ببین عزیزم، ایشون یه تیری به سمت من پرت کرد اما به من نخورد، ولی تو این تیر رو روی زمین برداشت زدی تو قلب من. و بدتر از این اینه که غیبت هایی که میشنویم رو انتشار بدیم یا به دیگران بریم بگیم. چه لزومی داره؟ چه لزومی داره بشنویم و تاثیر میذاره؟ نگیم من قوی هستم، نشنویم تا قوی بشیم. شنیدی 11 تا 17 برابر صدای منفی و نگاتیو تأثیرش بیشتر از صدای مثبته. این رو من نمیگم، محققین میگن. این رو کلام خدا نمیگه، کلام خدا به نوعی دیگه میگه. پس اگر مشتاق سلامتی هستید هوشیار باشین که حتی صداهای منفی و نگاتیو بر علیه دیگران که به عنوان غیبت هست رو نشنوید و اجازه بدید در اون آرامش باشید، در اون انرژی خوب نیز زندگی کنید.